خدا تو اینجا چه کار میکنی؟ آمادم تور بگیرم. چکار کنیم؟ گفتم اگر قسمت باشه آمادم تور بگیرم. خجالت بکش، یعنی چه کار میدیم رو بگیری؟ دومان من قصد عروض کردن ندارم، من درس خوب خونم. اولا اصلا مگه من دخترم که بیامدیم خسرو نیمه؟ جواب نگیره تو، اصلا کی گفت که من به خواستگاری تو آمادم؟ تو خود دامنه گفتی امدیم رو بگیری. هر گرفتنه که خواستگری نیه. خوالک تو که هستی؟ ما با اجازه شما ویروس کرونا. بله؟ گفتم ویروس کرونا، کوید 19. همه کوید 19 که میگن تونی؟ بله، دیدم شما اینجا دولم بسه ششته ای بدون ای که دستاخور بشیری قضا میخوری. ماسک هم که نمیزنی. گفتم بیام شما رو بگیرم بعد برم. بله برم، من هم یک هفته پیش دستاخور ششته بودم. ما عاشق شما ملت پاک پکیزه ایم که هفته به هفته دستاخور میشید. حال اغزر زود زود هم نیازی نیه که دستاخور بشید. یک دم دستا شما نسه وی. والا ما خود من وسیله ندارم که هر هفته دستاخور بشید. من تو همین دکترها و تلویزیون آدم رو گم میدن. مجبور میکنن که همین زود به زود یعنی هر هفته تو دستاخور بشیدی. دکترها مزاق میکنن. تو نشون. خب دگه اگر اجازه تو باشه تور بگیرم برم که هزار تا کار دارم. حالا گفتی کوی چندی؟ گفتم کوید 19. همه کمتر حساب کو به ما. متوجه نشدم. خب میگی 19، همه کمتر حساب کو مشتریشن. منظور تو چیه برادر؟ همه 14 حساب کو. 14 خیریور ببینی. کوی 14. گفتم اسمم کوید 19 است. خب همه بخی 15 حساب کو. 15 دیگه بخی خوبه. کوید 15. میگم اسمم کوید 19. چی میگی تو؟ قرار سکو، ما از افغانستانه. ما مردم اگه چنه نزنه فکر میکنم مرتکه ما بزی داده. تازه ما همه زر چنه میزنم که روده ها مرتکه رو کش میکنه. ولی بازم به ما از این که جنس خریدم تازه متوجه میشم که تو بم یخن به پاچه ما رفته. حالا قرار سعی نکن مر بزی بدی. من از قرم آدم ویقل و ساده نیم. همون نه 19 تو نه 15 می. بم 16. 16 بخی میزیبه. کوید 16. تو کمر مرا سل کردی. من ویروسی که 1 میلیارد آدم را بیمریز کردم ولی از دست تو مرا سل گرفتم. دیگه برو ما مگه هرچه نخور بزنه. پس فیصله شد. همه کوید چمزه. فقط یک دو دقیقه صبر کن که من همین نمخور خلاص کنم. باز بخیر بیا مر بگیر. فقط خیلی مر محکم نگیری که من طاقت فشار زیاده ندارم. صبر کن. وای خوشو دلمر به شور آوردی. من اگر خواسته باشم تور بگیرم من خودم در به در میشم. نخواستم براده، از ما خداحافظ. نمیشده که اوی کجا رفتی؟ الو اوی حالا دیگه نمیشه، حالا برای من از گذشتی. کجا رفتی؟ الو ویروس و نامرد و بیوفا. سلام علیکم دکتر صاحب. علیکم، بفرمایید. با چه زغر دوا این مردم خیلی مریضن. کی بخوره این دوا؟ بله متاسفانه به کشور مریض زیاد داره. حالا مشکل شما چیه؟ دکتر صاحب مشکل من اینه که من هی بزی میدم. هم به شهر میای تور بزی میدم. هنوز به ترو شهری بازم تور بزی میدم. به فریادم برست دکتر صاحب. والا من نمیفهمم چی کاری از دست من برمی آید. دکتر صاحب بی زحمت یک پیچکاری به همه بده که دیگه از خرمار بزی ندادم. باور کنم از بس که مار بزی دادم دیگه اصلا جرئت ندارم بیایم بشه. پیچکاری بودم که شما بزی ندادن. حالا نمیفهمم علم طب قدر پیشرفت نکرده هنوز. خب پس
یک پیشگیری بدون که حداقل همین موبایل مرا از دستمون چنگ نزنن نبرن. مگر موبایل شما رو بردن؟ ها دکتر سای، باور کنینم هرچی پوندیش رو موبایل خریدم. هم موبایل میخری از دست تو چنگ میزنن میبرن، هم میخری چنگ میزنن میبرن. این مردم چنگ زدن خیلی خوش دارن. بی زحمت یک پیچکاری بدین که دیگه از دست ما این موبایل مر چنگ نزنن نبرن. متاسفم ولی رقم پیچکاری هم تا حال هنوز نیومده. از شما خیلی موبایل بردن؟ ها دکتر سای، باور کنینم هرچی موبایل میخرم چنگ میزنن میبرن. او روز هنوز موبایل رو نخریده بودم، بازم موبایل رو دزدی کردن بردن. هنوز نخریده دزدی کردن بردن؟ مگر میشه؟ چی رقم هنوز نخریدین دزدی کردن بردن؟ ها دکتر سای، میشه. من به تدیکون همین مرتکه بودم، از پشت شیشه همین موبایل رو سیل میکردم که یک دمی های دوز ناجون بیامد همین موبایل رو از دست همین موبایل فروش چنگ زد ببرد. من مجبور شدم تاون بودم. از دست موبایل فروش چنگ زد؟ چرا شما تاون دادی؟ دکتر صاحب این موبایل فروش گفت تو همون موبایل خوش کرده بودی مستی بخری. هرچه گفت نه بخورن، اون موبایل خیلی گران بود. گفت نه تو خوش کرده بودی مستی امور بخری. گفت فقط تا اون ممدی من تور میبرم به عزه. از آخر مجبور شدم پول موبایل بودم. شما بی زحمت حالک یک پیچکری به همه بدن که دیگه همین موبایل رو از ما دزدی نکنن، چنگ نزنن نبرن. عجب آدمی بوده، ولی متاسفانه برای ازی هم هنوز پیچکری وجود نداره. خب دکتر صاحب، پس یک پیچکری بدن که دیگه با ما این چسبکی برابر نشون. باور کنه نصف همین قوم امر همین من چسبکی بخورده برفته آرد کار. من نمیفهم تصور شما از علم طب چیه، ولی نه هنوز به ای هم اصلا پیچکری وجود نداره. یعنی به یکی گیرونی هم خلاص شد شما پیچکری ندارین؟ به اختطاف چی؟ پیچکری زده اختطاف داره؟ متاسفم. خب پس دکتر سیم حداقل یک پیچکری بدن که به همه کار پیدا شد. به خدا بیکری خیلی سخت. باز آدم به شهر زندگی کنی و بیکار باشی خوبه، چون شهر سرک داره میتونی همی سرکار میتر کن. ولی ما به اطراف سرک هم نداریم که متر کنیم. باز بیخی سرک هم بیدیشتیم متر نداریم که سرک ها رو متر کنیم. بی زحمت یک پیچکاری بدن که به همه کار پیدا شد. متاسفانه این پیچکاری هم هنوز نیامده. دکتر سای، پس این دانشمنده چی جونه به مرگ میدن؟ اینا که هیچی نساختن که. بله متاسفانه جونه به مرگ میدن این دانشمنده. شما به بزرگبری خوب باشد. خب پس این همه دوا به چی دردی خوبه؟ این دوا ما اینا همه برای اسهاله. ما مریض اسهال زیاد داره. خب جانمه شما بفرمایین بگین که چی مشکل داره؟ دکتر صاحب این بازو همه درد میکنه، خیلی هم درد میکنه، بخی طاقت ندارم. شما ورزشکارین؟ نه دکتر صاحب، ولی ورزشکارا رو دوست دارم. میگین به همین خاطری که بازوام درد گرفته که ورزشکارا رو دوست دارین؟ ها دیگه دکتر صاحب، مثلا ما عاشق رونالدو و میسی ام. یعنی شما میگین که به همین خاطری که بازوام درد گرفته؟ نه خیر جناب، هیچ ربطی نداره. حالا منظورم این بود که شما چه چیز سنگین رو بالا میکنین؟ چیز سنگین که بالا میکنم ولی تا نمیکنم. بالا میکنین ولی تا نمیکنین؟ بله. ببخشید میشه بپرسم شغل شما چیه؟ من دکتر صاحب رئیس اتحادیه مافیای مواد غذایی هم. رئیس مافیای مواد غذایی؟ بله. در کل وظیفه شما چیه؟ چه چیز سنگینی رو بالا میکنین که تنه میکنین؟ قیمتار دکتر صاحب، قیمتار. باور کنین هر روز هر روز به همین بزواخو همین قیمتای سنگین رو هی بالا میبرم، هی بالا میبرم. سبا باز دوباره بالا میبرم. بعضی وقتا صبح یک دفعه بالا میبریم، شام هم یک دفعه. باور کنین از بسی که قیمتای سنگین رو بالا بردم بزوام بخی درد گرفته. قیمتار بالا میبرین؟ بله یا دکتر صاحب. آخ یک مافیای مواد غذایی بدبخت و بیچاره دیگه کار نداره که. غیر از اینکه از صبح تا شام بازو میندازه به زیر همین قیمتا هی بالا میبره. هی بالا میبره. باز دوباره بالا میبره. باور کنید از بس که قیمتا رو بالا بردیم بخی دیگه بازو به ما نمونده. خب شما چی وقت های قیمتا رو بالا میبرین؟ وقت ناوقت نداره با ما. زمستان شه به بانه زمستان قیمتا رو بالا میبریم. رمضان شه به بانه رمضان. عید شه به بانه عید. جنگ شه به بانه جنگ. حالا که شکر خدا بانه بخی جور شده.
هر چی که دلار بالاتر بره ما قیمتا رو بالاتر میبریم. ولی دلار که پس پایین اومد نرخی او. ما فقط بالا میبریم دکتر صاحب. اگر دلار بالا بره ما قیمتا رو بالا میبریم. اگر دلار پایین بیایه بازم ما قیمتا رو بالا میبریم. ما کلا بالا بریم دکتر صاحب. بعد شما فکر از این مردم غریب بیچاره را میکنین. چرا دکتر صاحب؟ اتفاقا همین دیشب خودم به این فکر بودم که چی رقم از این مردم بدبخت و بیچاره بیشتر سرکیسه کنم. بعد به فکرم اومد که ها بیا روغن رو بالا ببر. بعد از او امروز قیمت روغن رو ما بالا بردیم. یعنی تا امروز قیمت روغن بالا نبرده بودین؟ چرا دیروز هم بالا برده بودم ولی امروز بالاتر بردم. نه منظورم این بود که این مردم بدبخت از کجا پول بیارن آخه؟ از کیسه خو؟ کیسه این مردم خالیه. خب از ته حساب بانکی خو؟ برادر کی حال پول داره؟ که باز دشته باشه. کی بانک پول میده به مردم؟ خب دکتر صاحب از ته بالشت خو بیاره. از زر نلینچه خو بیاره. از زر قلینچه بیاره. از هر جایی که میاره بیاره. من چی کار دارم؟ ما فقط به خدمت این ملت. ولی این مردم نه به کیسه خو پول دارن، نه به زر نلینچه خو، نه به قلینچه خو، نه هم به حساب بانکی خو. راستی؟ خب پس مجبورن که طلا زن خو بفروشن. برادر آدم بی پول طلای کجا بود؟ شما میبینید که یک خانواده که 7 8 تا طفل داره نمیتونه شکم به چاخو سیر کنه از بس که شما ناجوانا نرخار بالا میبره. خب این که کاری نداره دکتر صاحب. از اون 7 8 تا بچه که داره یک دو سه تا بفروشه پول چند تا بشکه روغن میشه. چیه دکتر صاحب؟ خب ما به ملت این راهکار نشون میدیم دیگه. اصلا بگذاریم دکتر صاحب. به ما چی که از کجا میارن؟ از زر نلینچی از زر قلینچه طلا میفروشن یا بچه؟ هر چی کس به ما چی؟ فقط شما بی زحمت دکتر صاحبم یک دوای به ما بدین که این بزوامو بیخی مر به عذاب کرده. اتفاقا یک دوای خیلی خوب دارم به شما، استفاده کنیم مشکل شما به خیر حل میشه. خیر ببینید دکتر صاحب چی هست؟ شیاف سیانور 500 گرم یک دونه صبح استفاده کنید. چاش به خیر خودم میام به تشییع جنازه شما. هم مشکل بزوا شما حل میشه، هم مشکل کمر اقتصاد این ملت. بفرمایید. سلام و صد سلام. لطفاً به خبر عاجل تکراری از هفته پیش که ناوقت فردا به دستمان رسید و سایر اخبار و غیره توجه بفرمایید. نفرک حتی بعد از گمپر شدن هنوز هم در صدر جدول قرار دارد. اخذ مقام اول فساد در یکی از مسابقات جهانی از جانب نفرک بدون چپلگ را برای همه ملت به خصوص برای فرزندان میلیونی ایشان تبریک و تسلیت عرض و طول می نماییم. و حال ادامه اخبار. در پی تلاش های شبانه روزی مافیای محترم نرخ مواد خوراکی که با بلند رفتن ناگهانی دلار بالاتر رفته بود همچنان بالاست. ما در همین زمینه با یک تن از مافیای مواد خوراکی صحبتی داریم. جناب محترم مافیا بسیار خوش آمدین. چرا این نرخ های رقم آخه؟ سلام به شما و به بینندگان پولدار شما. بینندگان بی پول شما هم اگر احیانا سلام ما شنیدن نشنیده بگیرن. در زمینه ما باید عرض کنم که چون نرخ مثل خر و گناه مانیه. خر؟ متوجه نشدم. نرخ و خر چی شباهت با هم دارن؟ شباهت زیاده دارن. مثلا شما خر راحت میشه که از پله بالا ببرن و برسونن به پشت بوم، ولی دیگه پایین کردن نمیتونه. یعنی خودخور قتل عام هم بکنن دیگه خر از پله پایین نمیشه. حالا که فهمیدی شباهت اینا رو، نرخ هم همین رقمه. وقت بالا رفت دیگه خوش نداره پایین بیای. بله، تالی از این زاویه خریت به نرخ ها نگاه نکرده بودم. واقعا هم که در این کشور خر و نرخ با هم شباهت بسیاری دارن. یعنی هر دو تا که بالا برن دیگه پایین نمیآیند. پس در این زمینه دیگه ما مردم محترم مافیای مواد غذایی هیچ گناهی نداریم. ما مهم تکشیم ولی خود نرخ ها زد میکنن و تا نمیآیند. بله، خیلی تشکر از شما. به حال توجه بفرمایید به پیش بینی بالا رفتن نرخ ها در 24 ساعت آینده در سراسر کشور. با سلام، به پیش بینی بلند رفتن نرخ ها طی 24 ساعت آینده در کشور خوش آمدید. طبق پیش بینی های سازمان نرخ‌شناسی کشور طی 24 ساعت آینده در این قسمت از کشور قراره که نرخ اقلام با یک جهش جانانه کله خود بکوبه به فلک. کارشناسان پیش بینی میکنن که بر اثر کوبیدن کله نرخ به فلک احتمالاً الماسک آن از پایان تنه ملت خواهد جست. همچنان
طبق پیشبینی های سازمان نرخشناسی کشور طی 24 ساعت آینده در این قسمت از کشور هم قراره که نرخ ها با یک موشک از زمین به هوا یعنی به فضا پرتاب شود. و اما طبق پیشبینی ها در 24 ساعت آینده در این قسمت از کشور قراره که نرخ ها پایین بیاید. البته به جز از نرخ مواد خوراکه، پوشاکه، مواد سوخت و سایر موادی که از قید قلم مانده اند، همچنان این مواد بالاتر هم خواهد رفت. شاید کسی پرسان کنه خب چی چیزی قراره پایین بیایه؟ طبق نرخنامه شهرداری قراره که به زودی نرخ جان آدمیزاد و فرزندهای فروشی به شدت پایین بیایه تا سهولت برای ملت ایجاد شود. این بود پیشبینی وضعیت نرخ ها در کشور طی 24 ساعت آینده. این بود اخبار شبمانده این هفته ایمان. تا اخبار روزمانده هفته بعد، خدا نگهدار. سلام برار. علیکم سلام. چی لازم داشته؟ بله میگم چی به کار بود؟ ببخشید برار، من منظور شما نمیفهمم چی میگم. میگم چی به کار بود؟ دکان خود شماله، بفرمایید. عجب برار، دکان تو بود طرف سرک، تو بعد بیامدی به این طرف سرک بردمه. حالیا برار، ما کاسبم. کاسب خوب باید مشتری هر جایی که باشه از هر طرفی که باشه اور بچلافه. این طرف سرک و این طرف سرک هم ما نداره. عجیبه. ببخشید برار، من چیزی لازم ندارم. یعنی چی که چیزی به کار ندارم؟ تو برار اصلا داخل دیکون بر بدیدی؟ بیا تماشای بکن، شاید چشم تو به یک چیز افتاد کور به کار داشت. بیا برار. برادر من چیزی به کار ندارم، من اصلا هیچی لازم ندارم. اصلا راه نداره برار، شما مردم همیت عادت شمانه که بگم نه. خب برار میگم بیا تماشا بکن، شاید یک چیزی به کار داشت. بیا برار. برادر من چیزی به کار ندارم، تو به چیزی بونی بگم. برار تعارف نکن، تو بیا که فن دیکون من نگاه بنداز، شاید یک چیزی به کار داشت. بیا دیکون از خود چمانه سرکو برار. این همه جنس مگه میشه که آدم چیز لازم نداشته باشه؟ آدم بی کلونی نباید دروغ بگه. خب الک بگو چی بکار بود؟ برادر هیچی بکار نبود. سرکو برار بیا این پوفکر بخر. این پوفک سرشار از ویتامین دی، ویتامین سی، ویتامین 40 و ویتامین 50 بخور که کیف کنی. بیا برادر من، پوفک کجای ویتامین داره؟ ویتامین نداره، نمک داره. بخور کیف کن. برار نمایم، پوفک نمکی نمایم، دکتر مرا از نمک پریز داده. خب پس بیا با تو شکر بدم. شکر دارم که اتفاقا شیرینم هسته. شکر شیرین بخوردی تو الک؟ عجب، شکر شیرین؟ نه نخوردم. پس بخور دیگه. شکر دارم که قند بری شیرینه. چند کیلو جا خورم؟ برادر من، شکر مگه غیر از شیرینی مزه دیگه هم داره؟ نه. بعد تو خیال میکنی که من بهم قد و قواره تا حال شکر شیرین نخوردم؟ شکر اضافه هم بخوردی؟ لا حول ولا. خب پس بیا برو کچالو بخر. یعنی کچالو دارم همون ته کچالوهای خوبه، فقط تو پس کن ببین ایش ته کچالویی. یعنی کل همین شهر رو بگردی همین ته کچالوی پیدا نمیکنی. برادر من، کچالو کچالویه، یعنی چی که به تمام شهر پیدا نمیشه؟ نه خب برو این کچالو هم فرق میکنه. این کچالو هم پس کنی داخل یا مالته بخر و کیف کن. چند کیلو بودم؟ برادر من گفتم چیزی به کار ندارم. یعنی چی که چیزی به کار نداری؟ خب پس بیا با تو پیاز بودم. برو پیاز دارم که عشق تو در میاره. برادر این روزا هر روز عشق ما میاد، نیازی به پیاز ندارم. یعنی هیچی نمی بخری؟ نه. پس چرا از طرف سرک تیر شدی؟ یعنی هر کسی که از طرف سرک تیر شه مگر یک چیزی هم بخره؟ نه پس من نوکر پیارتونو همیتا مفت ما جنه از طرف سرک تیر شه آخرم هیچی نخری. برادر من چیزی به کار ندارم، خلاص. خب پس بیا خودتو کم بعض سیاسی کنه. چی کار کنی؟ از سیاست پاکستان گرفته تا بنگلادش، از آمریکا تا آلمان. از کجا شروع کنم؟ مگر شما کارشناس مسائل سیاسی؟ ما برای مادر زدی کارشناسیم. خب انتخاب کن از کجا بحث شروع کنیم. از شوروی شروع کنم؟ برادرم شوروی وقت وعده از بین برفته. از بین برفته؟ کی؟ چی وقت؟ چرا من خبر ندارم؟ چرا کس من خبر نکرد؟ بله ببخشین که شما رو به جریان نگذاشتن. خب گمش کو، بیا از امریکای شرقی شروع کنه. برادر ما حاضرم همین نمکر سر بکشم بمرم، ولی خود تو آدم بحث سیاسی نکنه. بگو به چنده. خب برادر از اول همین ته بگو که میخری آدم رو سرگردان نکن. دیدی گفتم لازم داری یک چیزی؟ گفتی نه به کار ندارم، به کار ندارم. یک دایی برش.
ده روپیه؟ پوفک نمکی پنج روپی گیر به ده روپیه متی؟ برار دلار برار رفته، ده روپیه میشه رد کو بیه. بگیر. خب این دفعه دیگه چی میستی؟ لشکری صاحب اگه راست رو بپرسیم من بیکارم، بیامدم که یک دودی بدم برام کار پیدا شه. پس بیام دیگه مشکل بیکاری تو ریلاج کنم. بی بیکاری کم از کم باید 7-8 دودی ببری، بی یک دوتا کار به تو پیدا نمیشه. یعنی 7-8 دودی ببرم تزمینیه که برام کار پیدا میشه؟ دیگه تزمینی مایی باید فکس یک درجن ببری، یک درجن ببر تزمینی به تو کار پیدا میشه. همین تا دودی های اصل جرمنی دارم که دود نکرده کار میده، یعنی به معنی که تو پولا خوربتی عمل میکنه. واقعا؟ یعنی همین امروز برای من کار پیدا میشه؟ اگر نشد پولا خور پس بگیر. قربان سر شما شوم لشکری سه، بدم یک درجن از این دودی ها. خوب بفرمایید، قابل شما رو نداره، 1800 میشه. 1800؟ خیلی لشکری سه، قبلنا دودی ها شما دری پگی بود. دلار بالا رفته برادر. دودی چی ربطه به دلار داره؟ ربط داره برادر، ربط داره. اینجا همه چیز به دلار ربط داره. دودی ها خورن که ما از جرمنی وارد میکنیم. ولی اگر واقعا کار بده مشکلی نیه، ما حاضرم هرچی بگین بودم. گفتم که اگر کار نکرد پولا خور پس بگیر. باش. بفرمایم لشکری سه. گفتنم پول بودم اثر میکنه. کوپ هست. خب کسی به تو زنگ نزده که کار بتیه. موبایل خوری یک سیلی بکن. نه هیچ کس زنگ نزده. پس اثر نکرد. اثر میکنه. من خودم به تو کار میدیم. شما به من کار میده؟ خب چی کار؟ کار شیک و با کلاس. دودی از من درجنی میخری، میبری سر کوچه بساط میکنی، پرچون میفروشی. این هم کار. دیدی که دودی هم اثر کرد؟ راست میگید، کار پیدا کردم اثر کرد. خدای شکره. خب پس آماده ای دیگه. 100% لشکری سه. خب سعی کن که بفهمی این دودی که هست ضد خوشبوه. عروس ها خیلی مشتری از این دودی هست. یعنی یک نفر اگر یک درجن از این دودی رو ببره دود کنه، دیگه نسل خوشو منقرض میشه. عجب. دیگه دودی داریم ضد خرافات. عجب. دودی ضد خرافات؟ بله. نفر این دودی که ببره دود کنه دیگه به خرافات باور نمیکنه. ای که کاروبار خود ما خواهی میکنه. های های دیگه. های های. مگه ما خرافات میفروشیم؟ پس ضد کدو خرافاته؟ مثلا طرف این دودی که ببره دود کنه میفهمه که بعد از اینکه ناجر شد دیگه پیش دکتر نره. چون دوا و دکتر خرافاته. باید بیای پیش لشکری او کشیدنی و دودی ببره. یا مثلا میفهمه که واکسن کرونا خرافاته، دوای کرونا دودی و خلاص. خب از اون نظر. خب دیگه ای هم کار و ای هم بار. برو بخیر شروع کن. ارزون هم با تو حساب میکنم. اندک سرمایه یک عالم مفاد. برو بخیر بری. ولی لشکری سه پول ندارم. پولی چند درجن دودی شما رو از کجا بیارم؟ مشکل نیه برار، من مالچم قبول میکنم. اشته لشکری سه، من که مال ندارم. خود ما هم یک مال نیم. ناشکری نکن دیگه بچه جان. موبایل که داری خود موبایل تو مال چه میکنم. دیگه آدم باید سرمایه گذاری کنه. باشه بفرم. چی یک دودی های بود که تو صاحب کار کرد، منم صاحب موبایل. برو بخیر بری.
یک نوشابه هم بیار. نوشابه زرد باشه یا سیاه؟ زرد باشه. زرد ناسپری یا زرد ایسپری؟ گومش کن. دوغ بیار. دوغ. احمد. من تو رو اختطاف کردم. نه که اینجا آورده باشم. تو رو میمون کرده باشم. تو فکر میکنی اینجا اوتل هم میتونه که ای به من سفارش غذا و نوشابه میتی؟ برار نمیتونه اختطاف نکو. اختطاف خرج داره. خو خیره حالا دوغ نمیری. یک دونه انرژی درنگ خوب همه بیا. اصلا زنگ میزنم به پدر تو که از شر تو خلاص شو. هه دیگه چیه؟ آدم بریم بگو الو. رستی پس آسان زنگ زن. یعنی لعنت بر ذات آدم بیعقل به گیریشته آدم های افتادیم خدایا. الو حال خوب شد؟ بله حال خوب شد. خوب گوش کن که چی میگم. بچه تو به پیش مانو بفهمیدی؟ خیلی پس بگو وقتی میامد دوتا نونم سر راخو بگیرم. زردک من میگم بچه تو به پیشمان یعنی که بچه تو رو اختطاف کردیم. اختطاف؟ کدو بچه من؟ بچه تو جمعگوله. کدو جمعگول؟ مگه تو چند تا بچه داری که اسمینو جمعگوله؟ یک. خب همو دیگه. خب همو جمعگول که بچه منه. بله خوب گوش کن که چی میگم. ده لگریپی پول ور میداری میاری به اینجای که با تو آدرس میتیم بفهمیدی؟ ده لگریپی وردارم بیارم. بله. باشه فقط تو بگو از کجا برم وردارم بیارم. آدرس بده بامه. اصلا تو چرا خود تو نمیره ورداری ببری؟ اگه منو کار بیارتونم خود تو برو وردار ببرد. اگه احمد من میگم ما بچه تو رو اختطاف کردم یعنی که تو باید با ما پول بیاری. اصلا تو میفهمی اختطاف یعنی چی؟ تو باید با ما پول بدی که ما بچه تو رو یاله کنیم. خوب پس شما از برادر اختطاف چین؟ اشتن برر به همان خود چوچو پوش خوبن پدر جان مادر جان همشیره و کاکا ماما نواس خاله نواس همه همه خوبه خوشن سلامتن. کجا برو درکا شما نیا یه خبر از ما نمیگیر. نه یک سلامی نه یک پیامی نه یک زنگی هیچی بیچی. تو دیگه کی بودی؟ میگم من اختطاف چیم؟ تو باز خود می اکثر هی اول پرسی چاق میکنی. اصلا تو میفهمی اختطاف یعنی چی؟ یعنی که اگر پول نیاری ما بچه تو رو میکوشه. کدو بچه من؟ همین بچه تو جمعگوله. کدو جمعگول؟ لا حول ولا. باز میپرسه کدوم جمعگوله؟ آخه برادر من مگه تو چند تا بچه داری که اسمینو جمعگوله؟ یکی. خب اصلا در کل چند تا بچه داری؟ یکی همه جمعگوله که فقط. خب پس چرا اکثره میپرسی که کدو بچه منه؟ خدا مگر هوشیار باشه باید گپ از خود کنی بفهمی کدو بچه تو اختطاف کردن. حالا یکم در اگلوپیه ور میداری میاری که بچه تو ریاله کنی. دلک روپیه برار خیلی کمتر اصاب کمیشته نشی. چنه نداره برو به سر کچه ما اختطاف میکنم به پنج لک. تو میگی دلک چرا گرون فروشه میکنی؟ مگه پیاز کچالیه که به همه جا یک نرخ دیشته باشه؟ نه خب برو گرون فروشی نکن. اگه نه به شهرالی میگم که بیان نام اختطاف شما رو پلوب کنن. میگم برادر تو مونده نشدی که یک سره هی میخوری؟ آه با خدا مونده شدم. برو یک پیاله چای بیار که موندگیمو کم شه بخوری. اصلا برو صحیح همو پنج لک با تو آدرس میتیم وردار بیار. برو من پول ندارم. نصیحه بده باز بخیر پولات رو میدم. برادر نمیشه. ما اینجا نوشته کردیم که نصیحه اختطاف نمیشه بد حتی به شما دوست عزیز. خب به قصد چی؟ به قصد بده جامعه به جامعه بیا پول آخور ببر. احمق تو تو حالی بشنیدی که کسی اختطاف به قصد کرده باشه؟ خب مالچه نمیکنی؟ مالچه؟ درسته مال چی داری؟ مال خیلی دارم گوه گوزفن شطور. خب خوبه دیگه پنج تا گوه بیتی بیا بچه خوردار ببر. پنج تا گوه بودم یک گوزاله بگیرم مگه مغز خر خوردم نبرم خیلیه. خب پس چی میتی؟ سکو برار تو اونجا به بچه من نون میدی؟ خب بله برادر مگر نور نتیم خود مر میخوره. آدم میدی؟ بله برار نوشابه زرد اسهلی سفارش کرده. خب جای چی رقمه؟ جای گرمه؟ خب معلومه دیگه برادر من ای چی سوالیه که تو میپرسی؟ خب برار آدرس بده که بیا مرم اختطاف کنی به گرونی و بکره تا جایی که جمعگل داره به کی مصر میشه. آدرس بده جلدی من میایم.
خب حاضرین گرامی، به محفل تقدیر از شیران خانه و شغالان بیرون بسیار خوش آمدیم. ما در این محفل میخواییم از کسایی که واقعا در خانه شیر هستن و در بیرون شغال تقدیر کنیم و برای از اینا چند تا تقدیر نامه بدیم. نامه اینا رو به ترتیب میخونم و از اینا خواهش میکنم به ترتیب بیان روی استیج. راکت خان ولد ده شکه، تشویق کنه. الماسک ولد پای قورقوری. نوسار خان ولد تنبکو. و پلنگ شاه ولد شدیگک. بسیار خوش آمدید. خب از راکت خان شروع میکنیم. راکت خان شما چه کار شد که شدین شعر خانه؟ والا با اجازه شما زن من دیشب دی خونه شور کرده بود. من همچنان مشت به صورتی حواله کردم که زر چشمی و جلنگ بانجون کاشته شد. آفرین آفرین. بعد چه کار کردین که شدین شغال بیرون؟ دیروز جا شما خیلی امیت و تیر میشدم که یک نفر شونه زد. ما هم گفتم برار اشکو ای آدم خود لغت زد به پشتمه. ما هم دیدم هم زور بازو داره هم زور زنو، هیچی نگفتم. به 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 آفرین، تشویق کنن. خب جناب الماسک، شما چه کار شد که شدین شعر خانه؟ والله همی چند وقت پیش برای همشیری ما خسرونم، بعدی گفت که ما عروسی نمیکنم، هنوز خوردم. ما هم که بربند آوردشتم چنانی دختر رو زدن کردم که مثل گورخر بری راخ راخ. آفرین آفرین. میگه هنوز خوردم. کجا خوردی؟ 7-8 سال سن نتونه. بله تشویق کنن. خب چه کار شد که شدین شغال بیرون؟ والله همی چند روز پیش از یک کوچه تیر می شدم، یک بار دیدم یک لغت غیبی خورد به کمر. پشت سخ و سعی کردم دیدم یک بوری تک زده به کمر. گفتم چرا می زنی؟ گفت چرا بدون ویزا به داخل کوچه ما وارد شدی؟ گفتم مگه کوچه هم ویزا ماه؟ گفت کوچه ما ویزا ماه. هیچی دیگه، ما هم دیدم که خیلی بوری تک، دو بار از اون معذرت خواهی کرد. حالا چرا دو بار معذرت خواهی کرده؟ یک بار به خاطر از اینکه ویزا نداشتم، یک بار هم معذرت خواهی کردم، گفتم معذرت که پا شما به کمرم خورد. نام خدا نام خدا، دست دوم بعد شغال از پشت بسته کردین با این شغالگری. خب نام خدا، تشویق کنه. خب جناب نسوار خان، شما بگین چیکار شد که شدین شعر خانه؟ برار چی سر تو به درد بیارم؟ من خونه شیشته بودم که یک بار همه سیاسر آوردش، گفت دلم به مدرم تن شده، من بار به دیدن مدرم. برار حمید که گفت من هم خود چپات وار کردم، همین تا یک بام شکم یوزدم کمی نفسیو به دلیو پیشت. ولی که شما نشون دادیم ای که مشت بود. رسی؟ بله چپات به این میگن. خب پس باز دوباره مگر برم قضایی اور بجا کنم. خب شد بگفتی برو. آفرین آفرین، تشویق کنن. خب چه کار شد که شدین شغال بیرون؟ برو با هم سر بوم بودم، یک کفتر بازی میکردم، یک دفعه دیدم یک نفره مر تلنگ داد افتادم داخل کوچه. به داخل کوچه که افتادم یک بار دیدم همی همسایه که به داخل کوچه بودن شروع کردن به خندیدن به طرف. سر خوب بالا کردم دیدم من بالا بوم، یک از این بچه ها معلم ها ایستاده ای هر هر میخنده. گفتم چرا مر بندختی پایین؟ گفت اسم تو نصواره نیه؟ گفتم بله نصوارمه. گفت فقط خواستم من نصوار بندازم. باز این مردم معلم شروع کردن میخندیدن به طرف. خلاصه یک دست و پا مشکست اونجی و هم به پیش همون مردم معلم بیا با مفتزه شد. خب شما چرا هیچی به اون نگفتن؟ برا کی جرعت کنه؟ او بچه یک از گورتکای مشهور معلم ها بود. آفرین آفرین، تشویق کنه. خب جناب شدیگک خان، شما بگین چیکار شد که شدین شعر خانه؟ برادر اسم ما پلنگشاه، شدی خان اسم پدر منه. ببخشم ببخشم پلنگشاه. خب شما چیکار شد که شدین شعر خانه؟ برادر ما از بس که شعرم، هیچ کس به خانه حق نداره که بدون اجازه ما کاری بکنه. اون روز میبینم زن ما بدون اجازه ما رفته ناجور شده. هیچ چی دیگه. منم ایر بزرگ دست پاخ کردم، حمیت زدم، حمیت زدم که خاندان رو عذاب شوندم. گفتم زن چی معنا داره که بدون اجازه ما ناجور بشه؟ من از خود غیرت دارم. آفرین، عجب شعری بودی تو شدیگک خان. برار تو به چی خاطر نمایی بفهمی؟ میگم اسم من پلنگشای، اسم پدرم شدیگکه. بله بله ببخشید ببخشید. خب شما چی رقم ثابت کردین که شغال بیرونین؟ برار من اسم من پلنگ. خب
رفقای من به بیرون مر شغال صدا میکنن. تخلص مش شغاله. بله بله. بله. تشویق کنن. خب ای بود محفل تقدیر از شعرهای خانه و شغالان بیرون که از اینا تقدیر کردین. تشکر از شما. لطف کردین. بفرمایید. یکی دیگه از چیزهایی که در کشور بیدر و پیکر بسیار بی‌نوا و غریب و بی‌سر و صاحب هست بیت المال هست. ما ملت دشمنی عجیبی با بیت المال داره و یافتن خلافکار شهری بیت المال خور هم در کشور خیلی سخت نیه. مثلا همین حال ما نگاه کنم، مثلا جناب ایشان سلام برادر، شما چی کار میکنه؟ سلام به شما و به بینندگان عزیز شما. ما برادر آمدیم به گلکنی، از بوته گل میکنه. نه ایر که میبینم، منظورم اینه که شما نمیفهمی این مال بیت الماله. بیت المال؟ ببخشید متوجه منظور شما نشدم. چی مال؟ بیت المال یعنی شما نمیفهمی بیت المال یعنی چی؟ چرا اور که میفهمم، بیت المال مثل کیسه مال، درسته؟ نه خیر غلطه. خب میشه کم راهنمایی کنن؟ تا کیسه جا میشه؟ البته بستگی به کیسی شما داره، تا کیسی خیلی ها جا شده. خب خوردنیه؟ یه هم بستگی به معده شما داره، بعضی ها خوردن اون هم با نوشابه. عجب، تا کیسه جا میشه، خوردنی هم هست، چی بلاخا باشه؟ برادر من بیت المال آنچه که مربوط به سرمایه ملیه، آنچه که مربوط میشه به تمامی ملت، مربوط میشه به 30 و چند میلیون شهروند کشور، مثل همین شاخه گل. همین شاخه گل؟ یعنی همین شاخه گل 34 میلیون صاحب داره؟ بله همین شاخه گل 34 میلیون صاحب داره. چون این مال عامه، شما حق نداری بیای شاخه گل بکنی، به این میگن بیت المال. خب حالا که متوجه شدم بیت المال. خب برادر من از این بوته گل سهم خود خور کندم. به هر حال به عنوان یک رئیس سابق دولتی من حق یک گل که دارم ندارم؟ شما سابق رئیس دولتی بودین؟ بله صاحب. خب شما که سابق رئیس دولتی بودین متوجه وسایل اداره بودین؟ چون مال بیت المال بوده دیگه اونا هم. بله بله 100%. باور کنن من خودم آنقدر در حفظ مال بیت المال کوشا بودم که حیرون بمون. چقدر کوشا؟ خیلی کوشا. مثلا یک موتر اداره خوردادم به دست بچه خود، گفتم بچه جان این مال بیت الماله، باید خوب سم سیر هوش کن. و هم گفت چشم پدر جان. باور کنن این بچه آنقدر در حفظ مال بیت المال حساس بود که از آخر طاقت یو نیومد، رفت اون موتر رو فروخت. فروخت؟ موتر اداره شما رو برد فروخت؟ بله چون مال بیت المال بود باید خیلی خوب هوش میکرد، به همین خاطر فروخت و با پول یک موتر شخصی خرید که دیگه نیاز نباشه اقدر متوجه موتر باشه. باور کنن تا لحظه که این بچه موتر رو میفروخت اجازه نداد که یک خشم بر روی این موتر بفته. بله آفرین به بچه شما. یک روز من یک جنراتور از اداره بردم به خونه، به خانم خود گفتم خانم جان این مال بیت الماله، تا لحظه که برق نرفت تو اجازه نداری که این جنراتور رو روشن کنی، هر وقت که برق رفت روشن کن. گفت چشم، چون مال بیت المال بود. به هر حال عجب چقدرم از خود گذری کردین. باور نخواد بکنی من حتی نصف پولای بودجه دفتر رو بردم به خونه، به خانم خود گفتم خانم جان این پولا مال بیت الماله، تا لحظه ای که لازم نشد تو اجازه نداری این پولا رو خرج کنی چون مال بیت الماله. و هم گفت چشم. به همین خاطر گفت چون مال بیت الماله میرم نصف پولای رو آپارتمان میخرم به دبی و نصف پولای رو طلا میخرم که ارزش اینا بالا بره. رفت آپارتمان خرید و کلید آپارتمان دبی رو داد دست خواهر خود و همچنین با نصف پولا هم طلا خرید و بند خود سر کردن خود و به خواهر خود هم گفت خواهر جان این مال بیت الماله، به داخل این خونه خیلی زیاد آشپزی نکن چون سقفی رو دود میزنه، از بس که ما همیت بم فکر مال بیت الماله. بله چقدر جان فدایی کردن خانم شما. به هر حال ما خانوادگی همیت جان فداییم. بله تشکر از شما جناب فدایی صاحب. خواهش میکنم، من گفتنی من به مردم اینه که تا میتونن در حفظ مال بیت المال کوشا باشن، اگر نمیتونن که از مال بیت المال درست نگهداری کنن پس بیاین بسپرن به من،
من تخصصم نگهداری از مال بیت الماله. من به داخل اداره هر وسیله هر چیزی که بود میبردم به خونه که اون خوب درست نگهداری بکنم در خونه. بله، آفرین به شما. اصلا همین مال بیت المال یک خاصیت داره، اگر به اداره باشه به زرد دست و پا حیف و میل میشه. پس من فکر کردم به داخل خونه ایمه جای و امن امن. خیلی تشکر از شما صاحب. خواهش میکنم، بخیر باشه. برار، من هم به تمام ملت توصیه میکنم که تا میتونن از مال بیت المال مواظبت کنن، به خاطر که مال بیت المال خیلی خوب مالیه. خب خود شما چقدر از مال بیت المال مواظبت میکنه و نگهداری میکنه؟ خیلی برات. من خود هر وقت که آشغالدار رو میبرم میریزم به کنار سرک. آشغالا خو میبرم میبرزم به کنار سرک؟ خواهی چی ربط با محافظت از مال بیت المال داره؟ ربط داره برات، خیلی هم ربط داره. ما آشغالا خو میبرم میریزم به کنار سرک، به داخل سطل آشغال نمیریزم. به چی خاطر؟ به خاطر که سطل آشغالی که زیاد استفاده کنی خراب میشه. آخه مال بیت المال برو درمه، باید آدم از مال بیت المال تا میتونه درست استفاده کنه. آ برات، برادر من به نمایندگی از 30 میلیون نفر این شهروندی کشور برای شما معافیت اعطا میکنم. شما از مال بیت المال محافظت نکنی خیلی بیشتر به فایده کشوره. بینندگان عزیز، این بود خلافکار شهری که در واقع شد خلافکاران شهری. سلام برور، فالتر بگیرم. تو فالگیری؟ بله برو، من هرچی باشه میگیرم، فال هم میگیرم. هرچی باشه میگیری؟ چی میگیری مگر؟ مثلا فال. خب دیگه چی؟ دیگه چی باید بگیرم؟ حالا فال تر بگیرم 20 روپیه. نه برو، چی فال دارم بگیری؟ برو خدا روزی تو دیگه جواب بده. عجب بودم بیاقلی تو، به 20 روپیه فال تر میگو میگیرم، آخره میگی نه. برو اصلا به این گپا باور ندارم، برو به خیر بریم. من کف دست تو سر کنم از گذشته و آینده تو میگم. خب بگو من کی دوماد میشم؟ هیچ وقت. خب تو که هنوز کف دست من نیدی. قیافه در که بدیدو هیچ کس تو خوش نمیکن. برو تو آمدی فال مار بگیری آل مار. نه خب من واقعیت رو گفتم، حالا بیستی مار بعد. برو برو، چی بیستی؟ ای هم شد فال. خب برو دست خور بده که از آینده تو بگم. از کجا معلوم که راست خود میگی؟ 4 تا دورو سرم میکنی برم تحویل میدی، من مجبورم باور کنم. کی از آینده خبر داره؟ اصلا برار، من اول از گذشته تو میگم، اگه دیدی راست میگم باز از آینده هم میگم. باش بیا از گذشته میبگو ببینم چی میگی. خوب یکم دستتو نشون میده که در گذشته تی یک آدم چتلی. چی میگی تو؟ نه خوب برو، خیلی چتل کف دستو پور از چرکه. چند وقت عموم نرفتی؟ ما همی امروز عموم رفتم. پس عمومی بدل بوده، تو خوب پاک نکرده. حالا تو فال بار میگیری یا به ما درس بیداش میدی؟ فال خوب بگیری. خوزک برار، از این خطای کف دست معلوم میشه که تو در گذشته یک کشور بسیار بدبخت و فلک زده و جنگ زده و در به در به دنیا میدی، درسته یا نه؟ خوبی که معلومه. دکه برار یک کف دست نشون میده که به کشور تو وقتی که دلار بالا میره امی قیمت هم گرون میشه. عجب، بخی قیب می. دکه برار یک کف دست نشون میده که تو در گذشته وقتی که به دنیا میدی گپ زدن نمیتونستی هیچی، بعد از یک دو سال همی زبون تو باشه، درسته یا نه؟ واقعا که فالگیری بودی. از کجا میفهم اینا تو؟ از کف دست تو میفهم. عجب دانشمندی دیدی تو، شهباز. دکه برار کف دست تو نشون میده که در کشور تو همی تاجرا اکثرا آدم های بیوجدانی هست، هر روز به یک گونه که شده همه قیمت ها رو بالا میبره. ای نامردا. دگه براری کف دستتو نشون میده که تو در گذشته چند بار نون خوردی و چندین بارم تشنب رفتی. ای دگه باور نکردنیه، ایگه بار از کجا میفهمی تو؟ دگه برار ما عمر خور بگرفتی، افال مردم رو میگه یه استعداد مانه. ولی گذشته ها که گذشته، فایده نداره به من بگی، از آینده بگو. باشه، او دست خور بده. چرا همین دست نمیشه؟ نه برار، یک دست از آینده یه، یک دست از گذشته، کف با هم از زمان حال. حالا بده دست نخور. بفرمو، حالا مطمئنی میتونی آینده رو پیش بینی کنی؟ 100%. خوب، این کف دستتو نشون میده که در آینده بازم احتمالا تو رو تشناب بری. عجب. و از همه جالبتر که نشون میده که در آینده تو احتمالا تشنه میشی، وقتی که تشنه شدی باید او بخوری یا به جای چای بخوری. چای سبز یا سیاه؟
خب کف دستتو نشون میده که هر چیزی که میل داری. بیخی قیب میگی. میگم برو لاله که تو از آینده خبر داری یک سیلی بکن ببین قرارم 20 تور بودم یا نه. یعنی 20 مر نمیدی؟ خب تو که آینده میفهمی دیگه. وقتی ایرم میفهمی باید ایرم بفهمی که داخل کسی می دیف بکنی یک پنجی هم بگیری تو نمیای. چی برسه به 20؟ حالا که برو رخصتی برار. برار میام از گذشته و آینده تو گفتم. آخه نمی چی می چی؟ حداقل یک دهی بده که سرخیری بشه.